بسم الله الرحمن الرحیم. در این قسمت میاییم ما شما در مورد انستالیشن رول و فیچرهای ویندوز سرور 2016 گپ میزنیم. وقت شما ویندوز سرور 2016 را نصب کردیم، بعد از شما باید سر او یک رول را نصب بکنیم. در حقیقت خود رول ام پرایمری فنکشن یا وظیفه اصلی یک سرور را به نام رول یاد میکنه. مثال ما ویندوز سرور 2016 را نصب کردیم، وقتی که در این سرور ما شما در نتورک استفاده میکنیم یا از این من حیث DHCP سرور ما شما در نتورک استفاده میکنیم یا از این مثلا من حیث DNS سرور در نتورک استفاده میکنیم یا از این من حیث پرنت سرور در نتورک استفاده میکنیم، پس با کدام منظور با کدام وظیفه‌ای که ما شما این سرور استفاده میکنیم اونمو وظیفه را او را به نام رول یاد میکنم. رول هم وظیفه اصلی است که سرور او را در نقش در نتورک بازی میکنه. پس هر رول که است از خود رول سرویسز می داشته باشه. ممکن ما شما یک رول عمده داشته باشیم و این رول عمده ما شما با چندین کمپوننت یا جز تقسیم بندی شده باشه که هر کمپوننت از این را باز به نام رول سرویسز میگه. بعضی از رول ها را وقتی که ما شما در ویندوز سرور 2016 نصب میکنیم او ضرورت به بعضی از فیچرها می داشته باشه، مثلا به ضرورت به پکیج دات نت فریم ورک می داشته باشه. پس اونمو رول وظیفه اصلی است که سرور انجام میده، مثل DHCP, DNS رول سرویسز یک کمپوننتی از یک رول میباشه و فیچرها او کمپوننت هایی است که به خاطر انستالیشن یک رول سرور او را ضرورت میداشته باشه. ما شما وقتی که میخواییم یک رول را نصب بکنیم باید ما شما در سرور منیجر بریم، در قسمت منیج و از روی Add Rules and Features ما شما کلک میکنیم و این کار انجام میتیم. خوب است ما شما این کارها را به صورت پرکتیکال انجام بدیم. پس ما شما در لب میریم، در این قسمت ما شما در سرور لاگین میشیم. خب مثلا ما شما میخواییم در این سرور Active Directory Domain Services نصب کنیم. کمی در این مورد ما فعلا براتون معلومات میتونم، هرچند بعدا ما شما روی ای با دیتیلز بحث خواهیم کرد که ای که خود Active Directory Domain Services چی هست و چی کارهایی را انجام میده. پیپر دوم مایکروسافت کاملا زیادتر موضوعاتش روی ADDS هست. پس ADDS چی هست؟ مثلا فرض کنین ما شما در یک نتورک صدها یوزر می داشته باشین، کل یوزرهای ما شما به این نتورک وصل می باشه. حال ما می خواهیم که این صدها یوزر را از طریق یک نقطه مرکزی مدیریت بکنیم. در او وقت ما شما ضرورت داریم که یک سرور داشته باشیم و بر تمام یوزرها در داخل از سرور ما یوزرنیم پسورد ایجاد میکنیم، یعنی یک دیتابیسی از یوزرها را ایجاد میکنیم که در حقیقت مایکروسافت به می خاطر با ما شما Active Directory را پروواید کرده. ما میتونیم در داخل این Active Directory تمام یوزرهای خود را ثبت بکنیم، برشان یک یوزرنیم پسورد بسازیم. پس به خاطر از اینکه ما شما یک Active Directory داشته باشیم ضرورتی است که ما شما یک دومین ایجاد بکنیم. دومین مجموعه کامپیوترهایی که تحت مدیریت یک نقطه مرکزی میآید او را به نام دومین یاد میکنه. اناله مایکروسافت به خاطر امی کار با ما شما یک سرویس را پروواید کرده به نام یا یک رول را پروواید کرده به نام Active Directory Domain Services که ما میتونیم برای تمام یوزرها در یک دیتابیس مرکزی به نام Active Directory یوزرنیم پسورد بسازیم و یک دومین ایجاد کنیم. بعد از طریق دومین تمام اونها را ما شما مدیریت بکنیم. در اینجا ما شما به خاطر از اینکه هم انستالیشن یک رول را یاد بگیریم و هم یاد بگیریم که چطور ما یک دومین ایجاد بکنیم، ما همی سرویس Active Directory Domain Services برتان در اینجا کار میکنیم. خب ما شما در سرور میریم. در این قسمت به خاطر انستالیشن یک رول جدید ما در قسمت منیج میریم و اینجا Add Rules and Features را کلک میکنیم. این صفحه باز میشه. Before you begin شما ای را Next میگین. از همینجا شما میتونید که کدام فیچر که قبلا انستال شده باشه او ریموو بکنید، ولی ما شما میخواییم Add بکنیم، به خاطر Next میگیم. آپشن اولی که Rule Based or Feature Based Installation هست همین آپشن انتخاب میکنین. بعد از او کدام سرورهایی را که ما شما میخواییم مدیریت بکنیم در این لیست با ما شما نشان میده و ما در اموجه میتونیم که فیچرهای جدید را انستال بکنیم، رول های جدید را انستال بکنیم. پس این قسمت هست Select a server from the server pool.
ما شما میتونیم دیگه سرور ها رو به صورت ریموت هم انستالیشن انجام بدیم که آپشن بعد کار میکنیم. فعلا همی لوکل سرور خود ما شما هست ایر انتخاب میکنیم و بعد از او نیکست میگیم. در اینجا ما شما رول ها رو انتخاب میکنیم، رول های متفاوتی است که ما شما انتخاب کرده میتونیم. مثلا اگر شما بخواهیم که می سرور من حیث دیسپی سرور انتخاب شود، باز رویش کلک میکنیم و فیچر هایی که به دیسپی ضرورت هست اونا رو میگیم اد بکنم. خب میتونیم من حیث DNS را کنفیگر کنیم. مثلا ما میخواهیم که ایران امی سرور را من حیث DNS کنفیگر بکنم و همچنان من حیث Active Directory Domain Services ADDS را میخواهیم دهی اد بکنیم. در یک دفعه میتونید شما چندی رول را نصب کنید، میتونید جداگانه نصب کنید. مثلا ما دهی دفعه هم DNS را میخواهیم نصب کنم و هم Active Directory Domain Services را میخواهیم نصب کنیم. این کار انجام داده میتونیم. خب بعد از اون شما Next میگیم. در این قسمت ما شما فیچر ها را مثلا سلیکت میکنیم. ببینید مثلا DNS و ADDS که نصب میکنیم ضرورت به پکیج .NET Framework داره. این می باشه مثلا گروپ پالیسی منیجمنت است. تمام فیچر هایی که ضرورت داره مثلا ریموت سرور ادمنستریشن تولز یا RSET هست. RSET هست که ما شما این را نصب میکنه. SMB را ضرورت داره. کدام فیچر هایی که نیاز است کالا شده اینجا ما شما لیست میکنه. خود اینجا در مورد DNS سرور معلومات میده. ما شما که DNS سرور چی است اینجا در مورد اکتیو دایرکتوری دومین سرویسز معلومات میده. و در اینجا از ما شما یک تصدیق میخواید. میگه تو وقتی که سرور را اینستال میکنی ممکن ضرورت به ریستارت باشه، آیا این ریستارت شوه؟ میگیم بله، اگر ریستارت ضرورت داشت این ریستارت شوه. ما میتونیم تمام سیتینگ ها و کانفیگوریشن های خود را اکسپورت کنیم. این در حقیقت او کماند های پاورشیل که استفاده میشه تا این سیتینگ ها اپلای شوه همون کماند ها را ما شما اکسپورت میکنه. مثلا ما میگیم اکسپورت کنه در روی دسکتاپ و می مثال نامش برش مشخص میسازیم که ADDS AD-DS-DNS. ما این اردو را انستال کردیم. کدام کمانده لینک، کدام کمانده پاورشیل که بود را با شما در قسمت نشان میتن. خب دیجا میتنیم که ما شما در صورتی که بخواییم انستالیشن از یک سیدی یا دیویدی انجام بتیم میتنیم از یک ما شما مو پاد یا مسیر را مشخص بسازیم. ولی ما شما این فیچر ها لوکال در داخل سرور بیلتین موجود هست. ما شما میخواییم از بیلتین انستال بکنیم. پس یه باز ما شما همین لوکال انستال انستال میگیم. وقتی روی انستال کلک کنین پروسه انستالشن همین دو فیچر، یکی اکتیو دایرکتوری دومین سرویسز بود و یکی دیگر دی ان اس بود، پروسه انستالشنش شروع میشه. خب در این قسمت میبینیم که انستالشن به صورت موفقانه انجام شد. بعد از اون ما شما ای را کلوز میگیم. پس به این ترتیب میتونیم ما شما یک فیچر یک رول جدید را اد بکنیم. ما میتونیم پس دوباره رول ها را از این قسمت ریموو هم بکنیم. مثلا میگیم استارت ریموو، در این قسمت نیکست میگیم، سرور انتخاب میکنین و دیگه مثلا ما شما دی ان اس و دی اس انستال کرده بودیم. پس میتونیم از ما شما ریموو بکنیم، ولی ما نمیخوایم ریموو کنیم چون از این فیچر بعدا ما شما استفاده میکنیم. وقتی که شما یک رول را اد کردین، بعد شما میتونین که از طریق سرور منیجر مدیریت رول را هم انجام بدین. مثلا ما شما میخواهیم که یک دومین ایجاد کنیم، چون سرویس ADDS را ما شما نصب کردیم در این قسمت هم ما شما نشان میده. پس روی لینک کلک میکنیم و میگیم پرمود دیس سرور تو دومین کنترولر. در حقیقت دومین کنترولر اونمو سروری هست که مدیریت تمام کمپیوترها را و مو انجام میده. ما در این قسمت میاییم در مورد کنفیگریشنی ما شما به صورت ادوانس بعدا میخوانیم، ولی بیسیک کنفیگریشن فعلا ما براتون میگم. ما میتونیم یک دومین کاملا جدید ایجاد کنیم که رو به نام فورست میگن. این رو به نام سلام یونیورسیتی دات ایدیو ما شما ایجاد میکنیم، یا سلام یو این دات ایدیو. نیکست میگیم. بعد از این ما شما در اینجا یک پسورد به نام دی اس آر ام پسورد ایجاد میکنیم. دی اس آر ام پسورد و پسوردی است که در هنگام دیلیت یعنی رول از ما شما باز این پسورد را میخواید. پس ما اینجا یک پسورد برش میتم. بعد از اون نیکست میگیم. در این قسمت نیت بایس نیم نشان میتن. نیت بایس نیم نمی نیمی است که از طریق از اون کمپیترها نام خدا در دومین پیدا میکنن که در اینجا نام دومین ما شما را گرفته سلام یو این. و بعد از اون نیکست میگیم. در این قسمت در کدام مسیرهایی که خود این دومین ما شما ایجاد میشه او مسیرها را ما شما نشان میده. مثلا لاگ هایش در کجا هست و دیتابیس در کجا ایجاد میشه. نیکست میگیم و در این قسمت یک مختصر معلومات در مورد این دومینی که ما شما ایجاد کردیم میگه. ما در ویو اسکریپت میتونیم کماندای پاورشل رو هم
ببینیم که ما شما دومینی که ایجاد کردیم به نام چی ایجاد شده و به مثال بایس نیمش چی هست، یه کماندای پاورشلش هست که در این مورد بعدا باز ما شما گفت میزنیم. نیکست میگیم خب وقتی که ما شما دومین انستال میکنیم اگه جا رنگ سبز می و ایمانو که اجازه می دهیم دومین ما شما انستال کنیم، به این جایی که رنگ های علامه ندایه هست یا علامه وارنینگ هست اینا ما شما بعضی از نکات را نشان می ده که ما اونا را باید رعایت بکنیم ولی ضرور نیست 100%. خب پس ما شما باز از میگیم که انستال. خب پروسه انستالیشن ایجا تکمیل شد و بعد از این ساین اوت میکنه، اوتوماتیک کمپیوتر ما ریستارت میشه تا این دومین تاثیراتش ایجاد شه. پس ما شما میتونیم از منوال خود ما شما سرور ریستارت کنیم یا خودی هم به صورت اوتوماتیک سرور ریستارت میکنه. ما شما در قسمت میبینیم که فعلا امی کمپیوتر که ما شما ADDS و DNS نصب کردیم این تحت امی دومین قرار داره چون نام دومین در آغاز از این نشان داده شده. در مورد ادمنستریتر یکی ما شما اکاونت ادمنستریتر داشتیم که فول پریویلیج سیستم داشت، لوکال ادمنستریتر بود. این ادمنستریتر که فعلا نشان داده میشه این دومین ادمنستریتر هست و پاسورد ای هم امو پاسورد لوکال ادمنستریتر مو کدام چیزی که بود او هم پاسورد می هم همو چیز می باشه و ای در حقیقت صلاحیت تمام دومین می داشته باشه. پس ما شما پاسورد تایپ میکنیم و در سرور لاگین میشیم.